سرخط خبرها، گزارش دیلی میل، دولت بریتانیا جا دارد اما به پناهجویان افغان نمی دهد. مرد در بادغیس پسر 14 ساله اش را به دار آویخت. حادثه ای که 70 نسل افغانها را از نفس انداخت. در ادامه، تندروان در 2 روز گذشته 12 نظامی پاکستانی را کشتند. مشروع خبرها، در ادامه بوگومگوها بر سر عدم اسکان پناهجویان افغان در بریتانیا، اکنون گزارش شده که دولت این کشور با آن که دست کم 5000 اتاق خالی در هتل‌ها دارد، همکاران افغانش در کشورهای دومی را انتقال نمی‌دهد. دیلی میل روز پنجشنبه گزارش داده است مترجمان افغانی که جان خود را برای بریتانیا به خطر انداختند به دلیل کمبود مسکن نمی‌توانند اجازه انتقال به بریتانیا را دریافت کنند. وزارت داخله بریتانیا گفته که در حال حاضر 5000 اتاق خالی در هتل‌های این کشور دارد، اما ویژه پناهجویان دیگر از جمله کسانی هستند که از کالال مانچ به گونه غیر قانونی به این کشور می‌آیند. این عملکرد بریتانیا با موجی از انتقادها از سوی همکاران افغان این کشور و کسان دیگر در بریتانیا مواجه شده است. گزارش شده که این عملکرد وزارت داخله بریتانیا از سوی وکلای پناهجویان افغان به چالش کشیده شده و همه امیدها برای دادگاه این کشور بسته شده تا دستور رفع این بلا تکلیفی را بدهد. در حال حاضر حدود 2000 پناهجوی افغان در کشورهای دومی در انتظار تخلیه از سنزه را بدون تثبیت‌های مکان بود و باش برای آنان ویزا صادر نمی شود. مرد در بادغیس پسر 14 ساله اش را به دار آویخت. منابع محلی در بادغیس می گویند که یک مرد در این ولایت پسر 14 ساله اش را حلق‌آویز کرده و به قتل رسانده است. منابع می گویند که این مرد در ولسوالی قادس ولایت بادغیس پسرش را کشته است. علت این رویداد خشونت‌های خانوادگی عنوان شده است. طبق گفته‌های منابع این مرد چند روز پیش نیز پسرش را تهدید به مرگ کرده بود. طالبان تاکنون در مورد این رویداد چیزی نگفتند. طالبان قرار است که زمین‌های غصب شده بامیان را به تحریک طالبان پاکستان توزیع کند. بر بنیاد گزارش‌های مردمی طالبان تاکنون نزدیک به 10000 جریب زمین غصب شده را شناسایی کردند و قرار است تمام این زمین‌های غصب شده را به تحریک طالبان پاکستانی تحویل بدهند. مردم محل می‌گویند که مقام‌های طالبان تصمیم گرفته است که شهرک مغازه‌نشینان بامیان را به اعضای تحریک طالبان اختصاص دهند و آنها را در آنجا مستقر کنند. مردم می‌گویند که در صورت انجام این کار بخش عظیم مردم این منطقه مجبور به کوچ‌های اجباری خواهند شد. این رویداد زمان رخ می‌دهد که چند هفته پیش با تعداد 300 عضو تحریک طالبان پاکستان در ولایت تخار نیز توسط طالبان افغانستان جا به جا شده بودند. جبهه مقاومت، جبهه آزادی، عطا محمد نور، محمد محقق، امرالله صالح، جنرال دوستم و بسیار از مقام‌های دولت پیشین این رفتار طالبان را در ادامه غصب زمین‌های مردم بومی دانسته و آن را محکوم کرده است. تندروان در 2 روز گذشته 12 نظامی پاکستانی را کشتند. مقامات پاکستانی میگویند که در 2 روز گذشته 12 تن از نیروهای نظامی این کشور در جریان حملات تندروان کشته شدند. مقامات محلی و اردوی پاکستان روز پنجشنبه گفتند که نیروهای اردوی این کشور در ایالت بلوچستان هنگام مورد حمله قرار گرفتند که مصروف راه‌اندازی یک عملیات بودند. با گفته مقامات در این حمله 3 نظامی و 2 تندرو کشته شدند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفت که این گلوله‌باری در شهر سوی ایالت بلوچستان صورت گرفته از جایی که لوله‌های عمده گاز طبیعی موقعیت دارد. تا حال واضح نیست که در عقب این حمله کدام گروه قرار دارد، اما جدایی طلبان بلوچ ممکن با آن مقصر شناخته شوند، زیرا در گذشته مسئولیت حملات مشابه را در این ایالت بر عهده گرفتند. مقامات محلی گفتند که تندروان پس از حمله از ساحه فرار کردند و عملیات برای بازداشت آنان جریان دارد. روز گذشته 5 تندرو در سایه جوب بلوچستان در جریان حمله بر مقر گارنیزیون 9 نظامی را کشتند. اردوی پاکستان گفت که تمام حمله کنندگان نیز کشته شدند. مقامات پاکستانی گفتند که در جریان حمله یک غیر نظامی نیز جان باخت. گروه تحریک جهاد پاکستان که به تازگی ایجاد شده است با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، اما در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرد. بلوچستان از سالها شاهد شورشگری جدایی طلبان بوده است. جنگجویانی که حکومت پاکستان متهم میکنند که از منابع این ایالت استفاده کرده، اما در بخش زیربناهای آن هیچ کاری نکرده است. این گروه همچنان شهروندان چینی را که در این ایالت مصروف پروژه های عمرانی هستند هدف قرار میدهند.
هن از فرانسه طیاره‌های جنگی و کشتی‌های تحت البحری می‌خرد. هن روز پنجشنبه اعلام کرد که از فرانسه به ارزش چند میلیارد دلار طیاره‌های جنگی و کشتی‌های تحت البحری خریداری می‌کند. این در حالی است که نرندرا مودی صدر اعظم هن امروز برای یک سفر دو روزه وارد پاریس شد. وزارت دفاع هن گفت که دهلی جدید قصد دارد 26 طیاره جنگی نو رافائل و 30 کشتی تحت البری نو اسکارپی نیکلاس را به فرانسه سفارش دهد. قیمت این طیاره ها و کشتی ها و دیگر شرایط آن تا حال واضح نشده است و مقامات هر دو کشور روی آن کار خواهند کرد. هن یکی از بزرگترین مشتریان تسلیحات فرانسه است و مودی در سال 2015 نیز در جریان سفرش به فرانسه خریداری 26 جت جنگی را اعلام کرده بود که ارزش آن به 4.0 میلیارد یورو می رسید. شمار از طیاره های رافائل با پیلوت های ایندی در رسم گذشت نظامی در فرانسه شامل از جایی که مودی مهمان ویژه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواهد بود. مودی در مقابل شهروندان هیدی مستقر در فرانسه گفت که این نزدیکی تنها میان رهبران دو کشور نیست بلکه بازتاب دهنده دوستی تزلزل ناپذیر میان هند و فرانسه است. با وجود آنکه کشورهای غربی روی جنگ اوکراین و وضعیت حقوق بشر در هند با دهلی جدید مخالفت دارند، کشورهای غربی هند را رقیب با قدرت چین در آسیا میپندارند و با آن رابط نزدیک دارند. دیدبان حقوق بشر بنگلادش نتوانسته جلوی خشونت‌ها در کمپ‌های مهاجرین روهینگیا را بگیرد. دیدبان حقوق بشر روز 13 جولای با نشر گزارش گفت که مقامات بنگلادشی نتوانستند از مهاجرین روهینگیا در مقابل خشونت‌های روزافزون در کمپ‌ها حفاظت کند. این سازمان گفته است که کمپ‌های مهاجرین روهینگیا در بنگلادش شاهد خشونت‌های گروه‌های مسلح و جنایت‌پیشه است و مقامات کشور میزبان باید سیستمی را ایجاد کنند تا مهاجرین روهینگیا بتوانند با استفاده از آن جرایم را به مقامات گزارش دهند. دیدبان حقوق بشر 26 مورد خشونت علیه مهاجرین روهینگیا را مستندسازی کرده است که قتل، اختطاف، شکنجه، تجاوز و تعرض جنسی و ازدواج‌های اجباری در آن شامل است. این موارد جرم بر اساس مصاحبه با 45 مهاجر روهینگیا از جنوری تا اپریل 2023 آشکار شده و گزارش‌های صحی و پلیس آن را تایید کرده است. دیدبان حقوق بشر گفته است که قربانیان این رویدادها با ممانعت‌های متعدد برای دسترسی به پلیس، خدمات حقوقی و ممانعت‌های طبی مواجه بوده و مقامات بنگلادشی نتوانسته است از آنان حفاظت کند، امنیتشان را بهبود بخشند یا عاملان این جرایم را مورد پیکرد قرار دهند. میناکشی گنگولی معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفت تعهد گذشته شیخ حسین صدر اعظم بنگلادش برای حفاظت از مهاجرین روهینگیا اکنون توسط گروه‌های خشن و سیستم عدلی به تفاوت تهدید می شود. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.